آرش برامون بگو که از یحیی سنوار چه میدونیم و از عملیاتی که احتمالاً منجر شده به کشته شدن او. مهتاب یحیی سنوار یا یحیی ابراهیم حسن سنوار 61 ساله، چند روز دیگه شب تولد 62 سالگیش بود. او آخرین سمتی که داشت رئیس دفتر سیاسی حماس بود بعد از کشته شدن هنیه و رئیس حکومت حماس در غزه. به چهره بسیار وحشتناکی از او در رسانه ها بازتاب داده شده، به خاطر اینکه این آدم سال هاست در حماس جزو رهبران هست و در 25 سالگی یک سرویس امنیتی رو در همین حماس رو انداخت به نام مجد که تعریف هایی که ازش میکنن خیلی وحشتناک هست. در مورد سابقهش بگم که از معدود رهبران فلسطینیه که تو نوار غزه در خان یونس به دنیا اومد، بعد در غزه درس خوند، رشته‌ای که تحصیل کرد رشته زبان عربی مدرک کارشناسی داشت، اما خیلی زود از 18 سالگی به عملیات پرداخت، عملیات نظامی و دوباری بازداشت شد. در زمان بازداشت، دو بازداشتی که در اسرائیل شد توسط ارتش اسرائیل به خاطر تهدید نه تنها یهودیان بلکه خود فلسطینی ها، مورد توجه شیخ احمد یاسین قرار گرفت که به نوعی بنیانگذار حماس بود و در حماس به این خاطر خیلی زود بالا رفت که برخی میگن بسیار آدم خشنی بود در اون زمان. برخی روایت هایی که به نقل از خودش مستند شده اینه که هر کسی که متهم به همکاری با اسرائیلیا بود توسط سنوار مجازات میشد و خودش با افتخار از کشتن آدم ها و زنده به گور کردن آدم های فلسطینی اسپرده که در همون 25 سالگی سازمان مجد رو راه انداخت و مدت زیادی در اسرائیل زندانی شد. یحیی سنوار سال 1988 قصد رو بودن و کشتن دو تا سرباز اسرائیلی رو داشت. اسرائیل بازداشتش میکنه و بعد در دادگاه محاکمه میشه به خاطر کشتن فلسطینی ها هم، اون شهروندانی که احتمالاً با اسرائیل ارتباط داشتن. به 4 بار حبس ابد محکوم میشه، اما از 1988 تا 2011 زندانی بوده و بعد به خاطر اون تبادل زندانیان که بین اسرائیل و حماس صورت میگیره از زندان آزاد میشه. نکته قابل توجه اینه که در ارتباط رهبران حماس با جمهوری اسلامی، آقای سنوار با آقای خامنه‌ای هم دیدار کرد. سال 90 بود فکر کنم یک دیداری رهبران حماس در تهران در دفتر خامنه‌ای داشتن. یحیی سنوار هم در اون دیدار حضور داشت. همین تصویری که داریم می‌بینیم سمت چپ تصویر یحیی سنوار است که دیدار خامنه‌ای رفت. بعد از اون نتونست دیگه به ایران بره، حداقل تا اونجایی که ما می‌دونیم. و این کل اطلاعاتی است که ما فعلا از این چهره داریم که خبر کشته شده است. برامون بگو از این عملیاتی که در غزه انجام شده که احتمالاً منجر به کشته شدن یحیی سنوار. من تا بخشی از اطلاعات اندکی که تا حالا مطرح شده امیر بهش اشاره کرد. یه نکته خیلی مهم اینه که اصلا با اینکه اسرائیل به عنوان کسی که خیلی دنبالش هست اسم سنوار رو بارها مطرح کرده، اما ظاهرا این عملیات عملیاتی نبود که برای شکار او انجام شده. یک عملیات گردان در واقع 450 کفیر اسرائیل بوده که واحد چرخبازا در نزدیکی مرز رفح یعنی جنوب غزه به مصر به ساختمانی حمله میکنن، نه امروز، روز گذشته. بعد که وقتی سربازای اسرائیل بالای اون منطقه حاضر میشن، سه نفر از ستیزجویان فلسطینی رو میبینن که یکیشون خیلی شبیه سنوار بوده. سنوار، حالا ارتش اسرائیل در ویدیوهای تبلیغاتی که پخش میکنه یه فیلمی از سنوار داره که توی تونل میره و نور از جلوش پشت سرش این فیلم برداری شده. گوشاش خیلی بزرگتر بود و ارتش اسرائیل از او به عنوان رت یا موش یاد میکنه. چهرهش از این نظر خیلی خاصه. ولی حالا چیزی که امیرم گفت، پلیس اسرائیل مثلا گفته از رو دندوناش ما شناسایی کردیم، دندوناش شکستگی هایی داشته و اینها. و نکته قابل توجه اینه که وقتی که سربازای اسرائیلی به این جنازه ها میرسن، توجهشون به یه چیز جلب میشه، مقدار زیادی پول، تسلیحات و وسایل انفجاری دور برای اینها بوده و از همونجا شک میکنن که این آدم باید آدم مهمی باشه. حالا کم کم اطلاعات تکمیلی میاد، جنازه‌اش رو منتقل کردن به اسرائیل و طبیعتا جزئیات بیشتری از این خواهیم شنید.